برادر من محمد حسین عرفانی پاییز 60 بود که ساعت حدود 11 شب من تنها این فیلم دادم مونده که فیلم نفت بود. ساعت 11 شب اینو نشون دادن، اومده بود خونه که یعنی در حالت خدمت سربازی بود حسین، اومده بود خونه که بشینه این فیلم رو تماشا بکنه. با موتورش اومده بود، موتور رو توی حیاط گذاشته بود و مشغول دیدن فیلم بود. طبقه بالا هم پدر مادرم و برادر دیگرم تو اتاق خواب خودشون خوابیده بودن که ناگهان دید که چند نفر پاسور اومدن، پریدن و از پشت گرفتنش و سریع دست انداختن گلوش رو گرفتن. در واقع شیود 6 پاسدار یا بیشتر، دقیقا نمیدونم، اینها قبل از که وارد منزل بشن سیم ها رو قطع کرده بودن، خط تلفن رو قطع کرده بودن، تمام ارتباطات قطع بود، از دیوار وارد منزل شده بودن و اومده بودن طوری که کسی متوجه نشده بود و سریع دست انداختن به گردنش، برای که فکر میکردن که ممکنه سیانور زیر زبونش داشته باشه و بخواد خودکشی بکنه. او رو گرفتند و بعد هم رفتن طبقه بالا. اون برادر دیگر هم که توی رخت خواب بود، اونم از خواب کشتنش، از رخت خواب کشتن بیرون، اونم آوردن پایین و هر دو رو بردن. حسین 6 ماه در زندان اوین بود با شکنجه های فراوان. بعد از 6 ماه کشته شد و برادر دیگرم جعفر که همراه اون دستگیر شده بود حدود 1 سال و خورده در زندان بود. در سال 61 رفتند یک روز عصر، رفتند در محل کار خواهرم لیلا و لیلا رو دستگیر کردند. به تمام همکارانش گفتند که شما حق ندارید که به خانوادش اطلاع بدید که ما اومدیم لیلا رو دستگیر کردیم و ما خبر نداشتیم. در اون زمان برادرم حسن و همسر شهناز به طور مخفی زندگی میکردن و کسی از محل اونها اطلاعی نداشت به جز من که بعدن خواهرم لیلا هم در جریان قرار گرفته بود. لیلا رو گرفتن بردند، خیلی به شلاق زده بودن به پاهاش و مقاومت کرده بود تا عصر رو گرفته بودن تا ساعت 12 پاسی از شب مقاومت کرده بود که بلکه ما خبر بدیم به اون برادرم و همسرش برن جای دیگه که متاسفانه ما نمیدونستیم دستگیر شده، فکر میکردیم رفته بشه دوستش. و میرن حسن و شهناز رو، یک پسر داشتن 5 سالی، وارد خونه اونا میشن. اینها در یک منزل دیگه زندگی میکردن، در خونه شخصی خودشون نبودن. میرن و یعنی حدود ساعت 3 صبح بود که پسر بچه رو میذارن توی خونه و پدر و مادر رو با خودشون میبرن. بعد از اونجا میرن سراغ برادر شهناز، یعنی برادر زن برادرم، میرن و منزل اون سعید جمشیدی، اونم با خودشون میبرن. یعنی در اون عصر تا 3 بامداد 4 نفر دستگیر کرده بودن: خواهرم لیلا، حسن، شهناز و سعید جمشیدی. اینها رو برن زندان. و باز اضافه کنم که برادر دیگه شهناز به اسم مسعود جمشیدی، این هم زندانی شده بود و حکمش هم تموم شده بود و همینجور بلا تکلیف در زندان مانده بود تا 67 که اونم اعدام کردند.
که البته پدرشم در این رابطه سکته کرد وقتی دید که 3 تا از بچه های زندارن و اون یکی هم کشتن. در مورد حسین شکنجه های شهیده شده بود از جمله قپونی یا قپانی که دستا رو ببرن به عقب و آبیزون میکنن که همزمانم با آب سرد میزنن و آب میزنن و شلاق میزنن که خیلی شکنجه وحشتناکیه. یک روز جعفر برادر دیگرم با حسین توی حسینیه برخورد میکنن و حسین به اون نشون میده با من چه کردند و ما متوجه شدیم که وقتی بعد که جعفر آزاد شد گفت که حسین رو شکنجه کرده بودن و قپونی کرده بودند. حسین اول اردیبهشت 61 کشته شد. 5 روز قبلش بود، 4-5 روز قبلش بود که حسین تلفن زد به خونه. ما هم خوشحال شدیم، باهاش صحبت کردیم، گفتم حالت خوبه؟ گفت آره خوبم. گفتم چیزی لازم نداری برای بیاری؟ گفتش که نه. با لیلا هم صحبت کرد، یه مقدار صحبت کرد و خدافظی کرد، تموم شد. ما فکر کردیم چی شده، این تلفن زده با ما صحبت کرده، هیچی هم نگفت، گفت چیزی هم لازم ندارم. یه مقدار ما مشکوک بودیم، فکر میکردیم که بعد چند روز بعدش به ما زنگ زدن، یک مردی پای تلفن گفتش که حسین کشته شده و فقط گفت در بهشت زهرا در یک ردیف رو شمارش رو گفت که اونجا دفن شده. ما هیچ نمیدونیم که حسین آیا زیر شکنجه کشته شده، به چه صورت کشته شده، چون ما پیکرش رو ندیدیم. فکر میکنم که حتما شما متوجه شدیم که دادگاه به اون صورت وجود نداشته، وکیلی هم وجود نداشته برای هیچ کس. من در سری نبودم که بتونم به ملاقات حسین برم. در تهران به این صورت بود که تا زیر فکر کنم 40 سال خواهر برادر نمیتونستم به ملاقات برن، فقط مادرم میتونست ملاقات بره و چیزی هم نمیگفت. حسین چیزی نمیگفت، فقط مامانم وقت میمد میگفتش که حسین میگه که منو میکشن، فقط اینجوری میکرد، میگفت ناراحت نباش، فقط اینو نشون میداد ای حالت. و ما نمیدونیم که اصلا به احتمال خیلی قوی اصلا وکیل که وجود نداشت، دادگاهی هم نبود و ما نمیدونیم اصلا چجوری من کشتن کشته شده زیر شکنجه، هیچ مشخص نیست، ما چیزی ندیدیم. فکر نمی کنم دادگاهی وجود داشته، هیچ اطلاعاتی به آدم داده نمی شد. وقتی هم که پیکر رو نایده باشه، اگر که من فکر کنم در ملاقاتم نمیشه صحبت کرد، چون ملاقاتم حضوری نیست، پشت شیشه است. چون من یه بار سعی کردم که یک بار تونستم برم برای ملاقات خواهرم و اونجا پشت شیشه بود، فقط ما با گوشی صحبت میکردیم که من هم از اون روز از فرصت استفاده کردم، زن برادرم دیدم نمیتونستم این کار رو کنم، ولی چون باید چادر سرمون میکردیم و من سعی کردم که طور خودم مشخص یه طوری بکنم تغییر بدم که متوجه نشن و تونستم که زن برادرم برم ببینم، چون همون روز بود ملاقاتش و خیلی هم باز تعجب شد، ولی صرفی نمیشد و اونم سعی نمیکنن صحبتی بکنن که ما ناراحت بشیم. تا اونجایی که من اطلاع دارم نه، هیچ خبر چیزی هیچی. You never received any information about the arrest. در مورد دستگیری برادرم گفتم که برادر من توی خونه بود، شب از وارد خونه شدن، ارتباطاتم قطع کرده بودن، وارد خونه شدن 6 تا پاسدار حداقل بودن، یعنی از دیوار اومده بودن،
چون خونه ما حیاتی داشت، خونه بهش میگن شمالی که میتونن وارد بشن از دیوار و بعد اومدن توی ساختمون و اول حسین رو گرفتن، بعد رفتن بالا اون برادر میگم و برادر اون برادر حسین مجاهد بود، اون برادر من مجاهد نبود، ولی یه سری عکس های مارکس و لنین را نقاشی کرده بود، خودش گذاشته بود تو اتاقش، نقاشیش بود همین به همین خاطر فقط اونم گرفتن با خودش بردن. و حسین یک موتور داشت اون موقع و 28,000 تومان پول داشت که اون موقع پول قابل توجهی بود که برای سازمانش مثلا میخواسته اینا ببره، اینا رو ازش گرفتن که نام زد شد. First of all, I wondered before that whether they encouraged visits so that you could see the terrible torture and get intimidated. But it appears not. It appears that it was that they allowed visits because it was in the law that their prisoners must have visits. But then, did they think that it was legal to torture people? Or how did they think this? It's so contradictory. ملاقات که باید قانونی باشه، شکنجه که معلومه قانونی نیست و ما انتظاری از رژیم جنایتکار فاشیست عقب افتاده آخوندی نداریم که دادگاهی وجود نداره. ملاقات هم فقط برای پدر مادرم با سختی، البته خب رفتار برخوردم تو این آمیزه خواهر برادران نمیتونستن در تهران به این صورت بود، زیر 30 سال و میتونستن یا 40 سال، من دقیقا نمیدونم میتونستن ملاقات برم، چون فقط یه بار تونستم ملاقات برم و تمام برخورداشون غیر قانونی، هیچیشون قانونی نیست، حتی طبق همون قوانینی که خودشون دارن هم انجام نمیدن، هر کاری دلشون میخواد میکنن. و در مورد زنها هم اشاره شده، در مورد دختران، و من با یک خانومی بعدن مصاحبه کردم که در زندان نسوان بود و توضیح میداد بر من، میگفتش که به اکثر زنهایی که جوانتر و بهتر بودن و ظاهرشون سرحالتر بود تجاوز میشد و حتی اینها رو میبردن، دختر جوان و زیبایی بود میگفت اینها رو میبردن در بزم شبانه آخوندها و کارهایی میکردن که وقتی برمیگشت ما میدیدیم یک هفته نبود، وقتی برمیگشت ما میدیدیم که به چه صورت هستش، و یا وقتی که جیغ و داد کرده بود که مثلا اونهایی که اومده بودن به ملاقاتی بهشون اطلاع بده بگه که چه میکنن با زنها و دخترها، اونو بردن و بد جوری زدن، آشلاشش کردن. من خیلی شنیدم از کسانی دیگه، خودم تو زندان نبودم ولی اطلاعات بسیار زیاد دارم که چه کردن با زنها و تجاوز بهشون میشون و همش هم سیستماتیک بود، یعنی دعا کردن و میگفتن که یا علی از ما قبول کن، یا زهرا از ما قبول کن، هر کاری میکردن. اینها همه شستشوی مغزی شده بودن و اینو فکر میکردن که دارن ثواب میکنن، این کار میکردن. حتی شنیده بودم که طرف وضو میگرفت، نماز میخوند و بعد تجاوز میکرد. این مسئله تجاوز به زنان خیلی مسئله مهمیه، اول صحبت نمیکرد در موردش، اولین بار فقط کاترین آذری بود که در بارش صحبت کرد و در رادیو صحبت کرد، ولی به زنان تجاوز میشوند ولی نمیتونستن بگن، چون خیلی از زنان بودن که به شوهرشون گفته بودن و فکر کردن که شوهرشون ازشون دفاع میکنه و میره دادخواهی میکنه. شوهره بلافاصله طلاق‌نامه‌اش داده بود، به همجرد این مصیبت رو اینو با خودشون حمل میکردن، نه تراپی وجود داشت براشون و بعد هم مقصر شناخته میشدن. از قانون نمیشه اصلا در این رژیم صحبت کرد، هیچیش قانونی نیست، کدوم قانون وجود نداره اونجا. Thank you very much.